با تقدیم سلام مجدد. خب بنده گرامی، پرتاب بم مادر در ولسوالی اچین سر صداهای زیادی به بار آورد. هر کی تحلیلی از خود داد، کسانی را تایید کردن، گفتن خوب شد، لانه داعشی ها از بین رفت، و کسانی هم رد کردن و گفتن تجاوز بر حریم مقدس ماست. روزنامه های معتبر جهان هم در این رابطه حرف هایی زدن که ما هفته گذشته خدمت شما تقدیم کردیم. اما روز شنبه عابد کرزی هم سخنرانی عجیب و غریب داشت، حرف های بسیار جالب زد. چند هموطنش ساده دل ما شاید در اون محفل که حضور داشتن برایش چک چک کردن و آقای اسپنتو هم شاهد بود. عابد کرزی در محفل حرفای بسیار جالب زد که ما نشر کردیم، اما جالبتری شمی بود که گفت که من اگر یک نفر هم بمانم، امریکا را از افغانستان خارج می سازم. خب در این رابطه من فیسبوک هم مطالعه کردم، یکی دو جمله بسیار خوب از دوستان انتخاب کردیم خدمت شما تقدیم میکنم. در آغاز آقای صدیق الله توحیدی، دانشمند بسیار عزیز و دوست گرامی، نوشته کرده که جناب کرزی صاحب، ما همه تاریخ زنده حکومت شما هستیم و همه حوادث را از 2001 الا پایان حکومت شما، از اداره موقت تا دور دوم انتخاباتی را بیاد داریم. از پتو دستارتان در کنار سربازان امریکایی تا هدایت گرفتنتان از خلیل زاد، از همدردی با خانوادهای سربازان ناتو تا رفتن به کمپ دیوید در کنار بوش را هم بیاد داریم. لطفاً به حافظه یک ملت توهین نکنید. کسی که در کنار امریکایی ها و به زور ناتو و پول اروپا و امریکا حکومت کرده باشد، نمیتواند عکت قهرمان ضد امریکایی کند. کدام بیخرد به شعارها و عکت های شما اعتماد کند؟ خب رنگین داد فارسپنتا، یکی از یاران همسنگر حامد کرزی، در مقاله‌ای که در 8 صبح به نشر رسیده از زیر عنوان سکوت خیانت است و من اعتراض میکنم، در بخش از او ما میخوانیم. ولی قبل از آن یادداشت از نویسنده توانای وطن عبدالجبار آریایی را که عنوانی اسپنتا در رابطه با نوشتهش در صفحه فیسبوک خود نشر کرده است جلب میکنم. آقای آریایی نوشتند که در این هیچ شک نیست که دکتر اسپنتا یک شخصیت نخبه هست، اما همیشه توجیه‌گرا و بلیگوی سیاست های معیوب، ناکام و غیر مردمی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین باقی ماند. دانش را در پای رفاقت ابزاری ریختن خودش خیانت است. شما چرا دیدگاه های انتقادیتان را درباره تقلب انتخاباتی ستیز با نهادسازی و ترویج سیاست غیر عادلانه حامد کرزی هیچگاهی مطرح نکردید؟ الان میخواهید قلم مقدس را برای توجیه عرفای حوام فریبانه رفیقتان استفاده کنید؟ این یک خیانت است. وکنه توجیه شما را به بخشی از نوشته دکتر اسپنتا که در 8 صبح منش رسیده است جلب میکنم. در افغانستان اگر هزاران بم از این نوع فرو ریخته شود و ده ها هزار سرباز خارجی مجدداً آورده شوند، به پیروزی دست نخواهیم یافت، مگر اینکه استراتژی در جنگ تغییر کند. و در مرکز استراتژی درست باید مبارزه با منابع، برخاستگاه ها و پناهگاه های تروریسم قرار داشته باشد. جنگ یک انتخاب از روی اجبار است و نه اثر شوریدگی. تنها با هدف قرار دادن منابع هم با مشکل بتوان به پیروزی نهایی، به ثبات و صلح عادلانه دست یافت. ثبات و صلح عادلانه با تحقق دموکراسی عدالت طلبانه ممکن است. از این رو تا زمانی که به نژادگرایی، تبعیض، فساد و انحصارگرایی پایان داده نشود، تا زمانی که حاکمیت قانون به گونه گسترده اعمال نگردد، در کشور ما صلح برقرار نخواهد شد، مگر اینکه ما آرامش گورستان را با صلح عوضی بگیریم. بعد از انفجار چنین محیب، آن هم به بهانه ویران ساختن چند پناهگاه تروریستان، گمان زنی های فراوانی صورت می گیرد. برخی ها بر این باورند که امریکایی ها با استفاده از این بم می خواستند به کوریای شمالی و ایران پیام و هشدار نیرومند بفرستند. برخی دیگر بر این باورند که ترامپ با استفاده از این بم خواست بگوید که او رئیس جمهور فاقد اراده نیست که بخواهد در برابر تحولات این طرف دنیا بی‌تفاوت بماند.
و برخی گمانه‌زنی های دیگر. علت اصلی کارگیری از این بم هرچی می خواهد باشد، از منظر مردم افغانستان هیچ دلیل اخلاقی، سیاسی و نظامی برای استفاده از این سلاح مخوف در کشور ما وجود ندارد. مردم افغانستان حق دارند تا با ابراز واکنش شدید و گسترده علیه این اقدام نیروهای ایالات متحده و هم دستی حکومت افغانستان با آنها و تمام آنانی که از این اقدام جنایتکارانه حمایت میکنند صدای اعتراضشان را بلند کنند و من اعتراض میکنم. خب نوشته آقای اسپنتا بود، نوشته کمی مفصل تر است ولی چون بخش آخرش برای من جالب بود خدمت شما خواندم و شما میتونید این مقاله را در 8 صبح بخوانید. اما بیندای گرامی در آخر آمده کرزی اعلام نمود که حتی یک نفر هم اگر باقی بماند باز هم تصمیم گرفته است امریکا را از افغانستان بیرون کند. تعجب نمودم که چسان این حرف که ریشه تاریخی در کشور ما دارد از زبان کرزی، کسی که نه به آزادی باور دارد و نه ارزش به منافع ملی کشور قائل است بیرون می شود. یادمان است در سال 1996 وقتی کابل به دست روسیایان تاریخ یعنی طالبای توریست که کرزی نیز یکی از سران آنها بود افتاد، در گوشه دیگری از کشور یعنی در جبلسراج در میان تمام کسانی که ناامید شده بودند و تصور میکردند که کشور به دست پاکستانی ها افتاد تا باید از آن دست شست، قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود در حالی که بسیاری از رهبران تنظیم ها در حال فرار از کشور بودند صدای مقاومت بلند نمود و بار دیگر این گفته اش را که یک بار برای خانم رافائل در منطقه استالف گفته بود تکرار کرد که اگر به اندازه کلا هم در کشور جا داشته باشم مقاومت میکنم و نمیگذارم افغانستان به صوب سرحد پنجم پاکستان مبدل شود. او مقاومتش را از میان ویرانه های کشور و در جمع مردم مبارزش دوام داد و تا خون خود را برای نجات وطن نریخت دست از مبارزه بر نداشت، از وطن فرار نکرد. مسعود صدای مقاومت را از دل کوپایه های کشورش و در جمع مردم بلند کرد. اما جناب کرزی، شما هم زیرکانه خواسته اید حرف قهرمان ملی کشور را به گونه دیگری بیان کنید و تصور نموده اید مردم فراموش کردند که این حرف در کجا و در چی زمانی و توسط چی کسی بیان شده است. شما خواسته اید از خود قهرمانی بتراشید که نیستید، چون دوره زمامداری شما هنوز در حافظه تاریخ حفظ نشده است و مردم شما را به هر رنگی که جامعه بپوشید میشناسند. سعی کنید آنچه هستید خود را به مردم معرفی بدارید، نه آنکه آنچی نیستید. چقدر خنداور است گفتار شما در رابطه به دولت کنونی و اعلان مبارزه ایتان. مردم وقتی بر شما و گفته هایتان نمیخندیدن و شما را روانی خطاب نمی کردن که در قدم نخست و قبل از بیانیتان ترک ارک می کردید و می آمدین در کنار مردم و بیرون از زندان موجودیتان قرار می گرفتین و صدای مبارزه بلند می کردین. در خانه خود هر کس قهرمان است مگر این که بیاید در میدان و قهرمانیش را به اثبات برساند. نان در حق ریاست جمهوری می خورید، امنیتتان گرفته شده است و عقل ندارین پایتان را از هرگ بیرون بگذارین. پس صدای مبارزه بلند کردن که ما امریکا را از کشور خود بیرون میکنیم واقعا از دید بسیاری خنداور است و فکر میکنن که شما به تکلیف روانی مبدل شدین. عجب است با بادیگارهای همین امریکا برگرده ملت چقدر بیرحمانه شما نصف شدین و اکنون دامن امریکا را رها کرده و به آستین پوتین چسبیده اید. آقای کرزی نکند روز پرده از رخ ستیش کنار برند و چیره اصلی شما همطور که مردم داد میزنند که ملامر واقعی شما هستین از طرف پرده نمایان شد و مردم بر شما بخندند و نفرینتان کنند و درس تاریخ برای گمراهان و وابسته و خائنین همین است که در تاریخ مردم آنها را نفرین میکنند.